سلام دوستان عزیز، به کانال یک فکر نو خوش آمدین. امروز با یک ویدیو جدید در خدمت شما عزیزان هستیم. پس با من همراه باشید با چند تا از تنظیمات و کاربردهای ضروری آیپد پرو. امروزه همه ما از موبایل، لپتاپ و آیپد استفاده می‌کنیم و چیزی که مهمه اینه که بدونیم چطوری نهایت استفاده را از اونا ببریم. امروز می‌خوام در مورد چند تا تنظیمات ضروری آیپد صحبت کنم. فرقی نمی‌کنه که تازه آیپد خریدین و یا قبلا اون رو داشتین. این تنظیمات می‌تونه به شما کمک کنه تا نهایت استفاده را از آیپدتون ببرید. خب اولین تنظیمی که باید انجام بدیم گذاشتن رمز و یا پسورد روی آیپد هست که اونو میتونید از طریق تنظیمات و اینجا فیس آیدی و پسکود پیدا کنید. از اینجا هم میتونید همه تنظیمات مربوط به رمز رو تنظیم کنید، مثل استفاده از فیس آیدی برای باز کردن و آنلاک کردن آیپد و همچنین برای خرید و نصب اپ ها. این قسمت هم برای ریست کردن فیس آیدی و همچنین قسمت پایین هم برای چینج کردن و یا کلن خاموش کردن پسکود. خب این پایین در این قسمت میبینیم که سیری، نوتیفیکیشن و همچنین هوم کنترل همه اینا روشنه و دلیلش هم اینه که شما میتونید از همه اینا استفاده کنید حتی زمانی که آیپدتون لاک و یا قفل باشه. خب دومین تنظیمی که مهمه و باید انجام بدید اینه که برید در قسمت سیتینگ و موقعیت آیپد رو از اونجا روشن کنید. این تنظیمات به خاطر سیکیور کردن آیپدتون هست و اگه آیپدتون گم شد میتونید به راحتی اون رو ترک کنید. خب تنظیم دیگه ای که باید انجام بدین بکتاپ کردن آیپد هست. اینجوری اگه خواستین که آیپدتون رو عوض کنید بتونید به راحتی به همه عکس ها و اپ هایی که استفاده کردین دسترسی داشته باشین. و از اینجا هم میتونید که انتخاب کنید کدوم یکی از اپ ها رو میخواین که روشن بمونه برای اینکه توی آی کلاود سیو بشه. چون که آیکلاود به صورت رایگان فقط 5 جی بی حافظه داره نمیتونید که همه اپ ها و عکس ها رو نگه دارید. به دلیل همون اگه دوست داشتین میتونید که هر ماه نظر به این که چقدر حافظه میخواین ماهیانه پول پرداخت کنید. قسمت دیگه ای که خیلی مهمه توی سیتینگ اینجا هست. شما میتونید همه معلوماتی مثل اسم، شماره تلفن و همچنین ایمیل رو از اینجا عوض کنید. و همچنین توی این قسمت حتما اینو روشن بذارین برای سیکیور بودن بیشتر. در این قسمت هم میتونید که شماره کارت بانکیتون رو اضافه کنید تا هر موقع که آنلاین برنامه و یا اپی رو خریدین فقط برای خرید به فیس آیدی شما نیاز باشه. خب این قسمت آخری هم برای برنامه هایی هست که به صورت ماهیانه برای اونا پول پرداخت میکنید. از اینجا هم میتونید ببینید که چه زمانی اون برنامه ها اکسپایر میشن و یا اینکه هر ماه چه زمانی دوباره رینیو میشن که بتونید دوباره از اون اپ ها استفاده کنید. تنظیم دیگه ای که خیلی مهمه مال اپل پنسل هست که میتونه خیلی کار رو راحت تر بکنه. با قرار دادن اون به طرف راست آیپد میتونید اون رو به آیپد وصل و چارج کنید. همچنین توی سیتینگ قسمت اپل پنسل هم میتونید آپشن های دیگه ای هم رو انتخاب کنید و طبق نظرتون اونا رو تنظیم کنید. خب توی این قسمت نشون میده که پنسل چقدر شارژ داره و همچنین تنظیمات دیگه مثل انتخاب استفاده از پنسل فقط برای نقاشی و یا تایپ کردن. این قسمت هم برای گرفتن اسکرین شات و باز کردن نوت هست که میتونید با کشیدن پنسل بر روی اسکرین انجام بدید. میتونید که برای هر دو طرف برای گرفتن اسکرین شات استفاده کنید ولی من میخوام که از اسکرین شات و نوت هر دو استفاده کنم. تنظیمات مثل اضافه کردن کارت بانکی و تنظیم اپل کش رو هم میتونید از اینجا انجام بدید. گرچه که به صورت شورتکات در قسمت پروفایل انجام میشه.
اینجا هم معلوماتی مثل آدرس و ایمیل و همچنین شماره موبایل هم هست که میتونید اونا را از اینجا ادیت کنید. خب تنظیم آخری که میخوام در مورد صحبت کنیم نوتیفیکیشن هست. اینجا میتونید نوتیفیکیشن همه برنامه هایی که اینجا هست رو تنظیم کنید. میتونید کلن نوتیفیکیشن رو خاموش کنید و یا اینکه انتخاب کنید که اون نوتیفیکیشن در کجا ظاهر بشه. اینجوری میتونید چیزهای اضافی رو خاموش و تنظیم کنید تا براتون مزاحمت ایجاد نکنه. اینجا هم میتونید نوتیفیکیشن رو کاستومایز کنید برای اینکه بخواید چند بار نوتیفیکیشن تکرار بشه. میتونید ایمیل های مهمتون رو به دو بار و یا سه بار تنظیم کنید تا اگه فراموش کردین نوتیفیکیشن یادتون بیاره. بعد از تنظیم ها چیز دیگه که مهمه اپ استور هست، چون که آیپد بدون برنامه هاش استفاده خاصی نداره. باید بتونیم که اپ های خوب و جالب رو پیدا کنیم تا از اون رو استفاده کنیم. این صفحه اول پر از برنامه های جدید و بروز که مردم از اون رو استفاده میکنن. بعضی هاشون رو میتونید به صورت رایگان استفاده کنید، ولی بعضی هاشون رو باید به صورت ماهیانه پول پرداخت کنید تا از اون رو استفاده کنید. اگه که اپ یا برنامه خاصی رو دارین میتونید از این قسمت سرچ اونا رو پیدا کنید. توی قسمت اکانت هم میتونید اینجا اپ هایی که خریداری شده رو ببینید. همچنین اپ هایی که خریدید و یا بابت اونا ماهیانه پول پرداخت میکنید رو از اینجا میتونید چک کنید. و اگه آپدیت جدید اومده باشه توی این قسمت هم میتونید که اپ ها رو آپدیت کنید. آیپد جستجوهای مختلفی داره، مثل کشیدن قلم از بالا به پایین برای دسترسی به کنترل سنتر، خارج شدن از برنامه و یا بستن برنامه ها. با فشار به روی اپ ها هم میتونید اونا رو جابجا کنید و به صفحه های دیگه منتقل کنید. همچنین میتونید اینجا اپ های پرکاربرد رو بذارید، مثل آب و هوا، تقویم و یا ساعت. با فشار دادن به روی این اپ ها میتونید اونا رو از اینجا ریموف کنید و یا به صورت منظم اونا رو مرتب کنید. میتونید اونا رو به صورت چندتایی هم جابجا کنید. با انتخاب این علامت مثبت که اینجا قرار داره میشه اپ های پرکاربرد خودتون رو اضافه کنید. و طبق سلیقه‌تون اونا رو به سایت‌های مختلف میتونید انتخاب کنید تا هوم پیجتون رو قشنگ‌تر کنه. و اینجوری میتونید که اپ‌های شبیه هم رو توی یک فایل قرار بدین. آخرین چیزی که میخوایم در موردش امروز صحبت کنیم فیچر مولتی تاسکینگ هست که به شما کمک میکنه دو صفحه و یا دو برنامه رو همزمان توی اسکرین داشته باشین. اینجوری میتونید اپ های دیگه رو باز کنید و از هر دو همزمان استفاده کنید. خب دوستان، خیلی ممنون که تا این لحظه با ما بودین. اگر از ویدیوهای ما خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و اگر سوال و یا پیشنهادی بود تو کامنت بنویسید. خیلی ممنون.